من کاری که میکنم بعضی موقع یه ذره دوزشون رو کمتر میکنم، دوباره یکی دو ماه بعد یه آزمایش ازش میگیرم. اگه هنوز توی رنج محدوده خوبی باشه همون دوز پایین تر رو براشون نگه میدارم، ولی اگه ببینم دوباره داره میره بالا اونو دوزش رو برمیگردونم سر جاش. ولی پایین بودنشون خوبم هست، ایرادی نداره. بله خطای ما پر هست جانم. درود بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. سلام خانم شغله جونم. سلام عزیزم، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. مرسی. و اون صورت خندانتون. مرسی. مرسی. خواستم از خدمت آقای دکتر اسکندری سوال که از با تشکر از ایشون. قدرت لنفاوی اصولا تو بدن چی کار میکنن؟ شاید این سوال کلی باشه. و یه وقتی که متورم بشن، مثلا من طرف چپ گردنم یه مقداری متورم تره. 15 سال پیش دکتر به من گفت قدرت مال لنفاست. میخواستم ببینم که اصولا چی علتش و آیا خطر داره و من باید چی کار کنم؟ آیا برم دکتر؟ بله. مرسی عزیزم، گوش کن. مرسی عزیزم. بله. شما تو بدنتون توی خونتون چندین دسته سلول هستن، هر کدوم از این سلولا یه کاری میکنن. مثلا سلولای قرمز خون هستن که کارشون حمل اکسیژن توی بدن، که به هر حال سلولای بدنتون به خون اکسیژن احتیاج دارن برای اینکه کار کنن. یه سری سلولای هم هستن که تو کار دفاعی بدن مثل ارتش بدن میمونن. اونا معمولا رشدشون بعض ما تو قسمت لنفاوی بدنه. وقتی شما توی یه قسمت عفونتی باشه، غدد لنفاوی نزدیک به اون منطقه شروع میکنن بزرگ شدن برای اینکه سلولای بیشتری تولید کنن، با اون عفونت شروع کنن مقابله کردن. اینه که میبینید توی ایریای غدد لنفاوی بزرگ میشه. غدد لنفاوی معمولا اگر که زخمی عفونتی باشه تو اون ایریا غدد لنفاوی بزرگ میشه. ولی معمولا اگه غدد لنفاوی به صورت در جاهای مختلف بدن بزرگ بشه یا چیزایی بشه که ادامه دار باشه، معمولا یه آزمایش خون باید انجام بدین که تو اون آزمایش خون نشون میده این بزرگ شدن غدد لنفاوی ایراد به صورت مریضی هست یا به صورت طبیعیه. و اگرم یه چیزی هست که ادامه پیدا میکنه داره بدتر میشه، حتما باید یه دکتر متخصص ببینه. آزمایش‌های خاصی هست باید انجام بدن که خدای نکرده بیماری‌های خونی نباشه. بسیار ممنونم جانم، درود بر شما بیننده گرامی. بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام، درود بر شما. حالی که داشتم اینه که من سنم 63 ساله و اخیراً حدود 10-12 روزه که کلیه دست راستم درد میکنه. رفتم از من سیتی اسکن کردن و گفتن شما حدود 1-2 میلیمتر سنگ کلیه داریم. میخواستم ببینم بهترین راهی که اینو دفع بکنم چیه. اوکی. بسیار عالی. توجه. حتی خب اینا یه سری تخصصی میشه برای دکترهای متخصص مجاری ادراری. ولی خیلی افراد هستن که سنگ کلیه دارن و هیچ گونه علائمی ندارن. اون افراد که سنگ کلیه هاشون از علائمی ندارن معمولا کاری هم براشون نمیکنن. ولی وقتی علامت دار بشه، سنگ شروع کنه درد بیاره یا شروع کنه این جوره مجاری ادراری رو ببنده و خطر آسیب رسیدن به کلیه باشه، اون موقع هست که سنگ ها رو معمولا میتونن بشکنن. تا یه حدی اگه باشه میتونن بشکنن، میتونن با دعوا اینا درمانش کنن. اگر یه حدی بزرگتر باشه میشکنن، اگرم خیلی بزرگ باشه که دیگه فایده نداره، بعضی موقع جراحی میکنن در میرن. اینکه چه کار باید براش بکنیم بستگی داره. اگه خیلی اذیتتون میکنه حتما باید با یه دکتر متخصص مجاری ادراری مشورت کنیم. بله من خواهش میکنم از این بیننده گرامی در سومین دوشنبه هر ماه به برنامه جهان زیبایی ما توجه کنید، سوالتتون رو میگیرید. خیلی ممنونم بینندگان عزیز. آقای دکتر حمید اسکندری عزیز، متخصص طب داخلی که از فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی دانشگاه نیوجرسی فارغ التحصیل شدن، یکی از محدود پزشکانی هستند که در هوم هاوس پیس و هوم باند کار میکنن، در خدمت پدران و مادران عزیز گرامی ایرانی که همه ما دوستشون میداریم خدمت میکنن و در کلینیک خصوصی خودشون در اورنج کاونتی. تلفنشون 949-559-5153. بیمه های مدیکر پی پی او رو قبول میکنن و واقعا من داشتم میامدیم با هم از اورنج کاونتی صحبت که میکردیم، عاشق کارشونن، عاشق خدمتگذاری هستن و
شما تلفن بزنید، امیدوارم که راهنماییتون کنن که از چه سرویس های خوب قانونی میتونید بهره مند بشید. خب آقای دکتر خواهش میکنم. بله بله به من اشاره میکنم. درود بر شما بیننده گرامی، اشکم در اومد، یادش بخیر. واقعا اتفاقا یه آهنگ خوندن یادش بخیر، درسته؟ درود بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. مرسی مرسی، بفرمایید. خواهش میکنم، گوش میکنن، بفرمایید. دکتر یک سوال داشتم درباره پشت بغل منقد یک فیستول داده، این فیستولا رو باید چیکار کنیم؟ اینا با عمل درست میشه؟ به اینکه درمان داره چجوری؟ بله گوش آقای دکتر سالی را دارید؟ توجه کنید لطفا، خواهش میکنم. اونا بیشتر میگم یه ذره تخصصی میشه برای دکترای محترم متخصص دستگاه جهاز هاضمه. بله. معمولا درمان خاصی نداره، معمولا وقتی میرین میتونن با جراحی اونا رو ببندن، بستگی داره چقدر باشه، چقدر براتون عوارض ایجاد کرده باشه، درمان اونا میگم بر اساس چیزی که هست، چقدر اندازش چقدره، چقدر ترشح داره فرق میکنه. معمولا اونا رو دکترای گوارش درمانشون میکنن، بعضی موقع میبندنشون، بستگی داره، همه اینا باید بررسی بشه. بله بسیار سپاسگزارم جانم. درود بر شما بیننده گرامی، خاطرات شما زنده شد میدونم، خیلی دارن اشک میریزن. بفرمایید عزیزم. درود بر شما خانم. مرسی مرسی عزیزم، شبتون بخیر. مرسی. درود بر آقای دکتر، متشکرم برنامه‌تون. متشکرم. مرسی. خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، من حدود معلوم گروتون فری هستم. یه مریضی گرفتم، یه دو ماهی من خیلی معذرت میخوام، مثال استفراغ شدید مثلا رو سی دفعه به طوری که دیگه بعد من به 97 ماند. یعنی اصلا یک ماه خودم تو بیمارستان بودم. بعد تا که من این رژیم گلوتون فری رو باید داشته باشم؟ بله هنوزم. مریضی یا آقای دکتر از کجا میاد؟ بله. گفتن علتش چیه توی وقتی که تو نرسینگ هوم بودی یا مرسو گفتن؟ والا تمام آزمایش هایی که وجود داری ازم شده، از دیگه کولونوسکوپی، اندوسکوپی، تمام نمیدونم کت اسکن، بالا از بالای سینه، شکم، از همه چی، همه چی. روزی 30 دفعه خون میگرفتم، واقعا هر دفعه میتونم بگم نیم لیتر خون میگرفتم هر دفعه. مرده بودم، افتاده بودم اینجا، اصلا نمیفهمیدم کی شبه، کی روزه، کی چیه. حالا گلوتن فری هستم، یعنی تمام چیزا رو نباید بخورم. الان کنترل هستش؟ آقای دکتر سوال میکنن، آقای دکتر سوال میکنن، تحت کنترل دکتر هستید الان؟ بله هنوزم هستم، ولی خب میخوام از آقای معلومات آقای دکتر. خواهش میکنم. حتما خواهش میکنم. اگر که این رژیم غذایی کمکتون کرده که اون حالتایی که داشتین کنترل شده باشه، معمولا باید این ادامه بدین، چون اگه بخواین دوباره برگردین ممکنه اون حالتا برگرده. چون الان نمیدونم دقیقاً واسه چی شروع شده، چی بوده، چه آزمایشی رو کردن، ولی اگه که با این رژیم غذایی شما اون حالتاتون کنترله، باید به نظر من ادامهش بدین. بله بسیار. آقای دکتر این مریضی از کجا میاد؟ اینا معمولا دستگاه گوارش شما باید مواد غذایی مختلف که میرن اینا رو بشکنن به قطعاتی که قابل جذب باشه. بعضی موقع اون آنزیمایی که بعد این کارو بکنن اونا از بین میرن دیگه، اونا وجود ندارن. بعد اینا که میرن تو دستگاه گوارششون نمیتونن جذب بشن، حالت شکم روششون اینجور از ایجاد میکنن که همه مایعات که میخورین دفع میشه، که همین حالتایی که براتون پیش اومد بسیار ضعیف میشه، اینا پیش میاد. بله بسیار سپاسگزارم جانم. درود بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. جانم درود بر شما. مرسی مرسی مرسی. بگو. از محمد یه بچه دارم فلج مغزیه. بعد گفتم اینم در تخصص آقای دکتر اسکندری هستی؟ بچه سی پیه، فلج مغزیه، 5 سالشه، راه نمیره. والا در محدوده کاری من نیستش، اینا یه مقداری تخصصیه. بیشتر بله. متخصصان اعصاب بله. روی اینا کار میکنن، ولی میدونم الان اگه خونه هستن که برها باید تحت نظر متخصصای اعصاب باشن، حالا اونا نمیدونن مثلا چه کار بله. میتونن براشون بکنن.
چه مقدار از محدوده کاری من خارج هست؟ بله بسیار متاسفم، خواهش میکنم زنگ بزنید به من، من راهنماییتون میکنم. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. الو؟ بله، خب امشب آقای دکتر حمید اسکندری رو در برنامه جهان زیبای ما داریم. آخرین سوالی که میخواستم بکنم، محدوده کاری شما چیه آقای دکتر؟ من کارم خیلی وسیعه. من خیلی وقتا توی نرسینگ هم خونه‌های سالمندا، مخصوصا تو اورنج کانتی، تمام ایریای اورنج کانتی، معمولا طرفای یه ذره جنوبیش و طرفای مرکزیش، اونجا تمام نرسینگ هم اونجا کار میکنم. علاوه بر اون خب چند تا نصف روزم تو مطبم هستم. اضافه بر اونم مریضایی هستن که واقعا سخت براشون اومدن توی آفیس ما. مریضایی هستن که واقعا حالا یه سری بیماری های پیشرفته دارن، سخت براشون، خود سکته کردن قبل، نمیتونن بیان تو مطب. مریضایی که ما بهشون میگیم هوم باوند، یعنی واقعا تو خونه هستن، خونه زندگی میکنن و برای بچه ها سخت اینا رو آوردن. من اینا رو میرم تو خونه شون هم میبینم، یعنی بهشون میگم هوم ویزیت میکنم اونا رو. جدای از اونم همونجوری که گفتم یه شاخه واقعا تازگی ها توی علم پزشکی اومده که بهش میگیم هاسپس کر. مریضایی هستن که واقعا بیماری های خیلی پیشرفته دارن. بله. و اینا رو تشخیص دادن که مدیکر تشخیص داده که اینا خیلی بیمارستان زیاد میرن برای اینکه اینا جلوگیری کنه، اینا رو میبرن خونه، مدیکر تمام مخارجش رو میده که اینا تو خونه باشن. بله. معمولا خیلی هاشون مریضایی هستن که میشه گفت تقریبا 6 ماه آخر زندگیشون هستن، ولی بعضی هاشون هم میذارنشون روی این پروگرام. وقتی بهشون کمک میکنیم حالشون بهتر میشه، بهشون میگن هاسپس کر. نه، من با اون کمپانی هم کار میکنم و جز اونا هم هستم. اتفاقا یه رشته یه که خیلی ایرانی ها زیاد باش آشنایی ندارن، یه رشته جدیدیه و وقتی باشون صحبت میکنم یه دید دیگه از هاسپس دارن. فکر میکنن هاسپس یعنی که شما هیچ کاری دیگه برام فرد نکنین و نمیخوام. ما ایرانی‌ها دوست داریم واسه پدر مادرمون هر کاری که میتونیم بکنیم. بله. و این کارو نمیخوام بکنم. بعد من میشینم باهاشون صحبت میکنم که واقعا اینجوری نیست. میایم راجع به کارهایی که میتونیم بکنیم باهاشون صحبت میکنیم که یه فردی رو واسه که ما توی نرسینگ هوم، توی خونه سالمند یا توی بیمارستان گردیم ببریمش خونه. بله، خونه افراد... بهتره. بله، افراد بله. خونه نزدیکشون باشن، چون اکثر آدما، من شما الان از اکثریت آدما پرسیدم، بوده 80 نفر 90 درصد آدما دوست دارن ماهای آخر زندگیشون رو تو خونه باشن. بله. ولی متاسفانه علم الان با پزشکی آمریکا اکثریت افراد تو بیمارستان ها فوت میکنن. بله. یه تو نرسینگ هم هستن، تو خونه نیستن. هیچ کدومشون هم فکر نمیکنن این حالت براشون پیش بیاد، میان که زود برن خونه ولی میمونن. بله. اینه که ما با اون کمپانی ها کار میکنیم اینا رو ببریم خونه. یه همون چیز کارهایی که میتونیم تو نرسینگ هم بکنیم روی با یه درجه کمتر تو خونه میکنیم. یعنی نرس هفته یه بار میره خونه میبینتشون. افرادی هستن که میرن خونه برای حمومشون، برای ملافه‌هاشون عوض کردن، اونا هفته دو بار میرن. پزشکشون میتونه بره ماهی یه بار، اگر لازم باشه هر دو هفته یه بار بره تو خونه ببینتشون. اکسیژن بخوان، تخت بیمارستانی بخوان، همه رو بهشون میدن. چقدر خوبه آقای دکتر، دولت همه اینا رو مخارجشون میده، همه اینا رو مدیکر میده. حتما باید سیتیزن باشه. نه مدیکر. افرادی هم من دارم که حتی اینجا بودن، باید حتی گرین کارت داشته باشن، حتی لازم نیست سنشون 65 سال بالا باشه. یه بیماری اگه ادوانس باشه که واقعا اینا رو محدود کرده باشد، چون ما میبریم تو خونه و کمکشون میکنیم. اتفاقا داشتم آدمایی که زنگ میزدن به من. بله. و از من کمک خواستن، رفتم دیدم این همچه آدمی کوالیفای هستن، برای هاسپس گذاشتم و همیشه هم دوست داشتم. آقای دکتر خطهای ما پر هست. بینندگان گرامی بمانید، بعد از برنامه آقای دکتر اسکندری حتما با شما صحبت خواهند کرد. آقای دکتر دستتون درد نکنه، در ماه آینده باز مباحث دیگری رو که اطلاعات رسانی به شما مادران و پدران هست حتما در خدمتون قرار خواهیم داد. تماس بگیرید با آقای دکتر اسکندری عزیز. آقای خیلی ممنون دعوتم کردید. مرسی، دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم. مرسی، شبتون بخیر. بسیار سپاسگزارم.